کردند. یک مسئول پلیس ولایت سمنگان که نخواست نامی از او برده شود میگوید طالبان محلی در بدل رهایی هر نفر $50,000 خواستند. اما قماندان امنیه سمنگان میگوید تلاش به کمک موسفیدان محل به منظور رهایی این افراد جریان دارد. این نخستین بار نیست که طالبان محلی کارمندان دولت و یا هم خارجی را در این ولایت می روبایند. چند ماه پیش نیز این گروه 3 کارمند شرکت جاده سازی مزار شریف در ریسوف را با خود بردند. آقای ایلخانی می گوید این افراد در یک عملیات نظامی با همکاری مردم از چنگ روبایندگان رها شدند. ولسوالی در ریسوف پایین یکی از مناطق ناامن در ولایت سمنگان است که طالبان برخی اوقات در آن رفت آمد می کنند. اینکه امروز پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی چگونه مبادله می شد و وضعیت هوای چند شهر افغانستان برای فردا چی پیش بینی شده در جدول می بینیم. $1 امریکایی خرید 45 افغانی و 20 پول، فروش 45 افغانی و 30 پول. یک پوند انگلیسی خرید 70 افغانی و 20 پول، فروش 70 افغانی و 30 پول. یک یورو خرید 59 افغانی و 10 پول، فروش 59 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 25 پول، فروش 12 افغانی و 35 پول. یک ریال سعودی خرید 11 افغانی و 95 پول، فروش 12 افغانی و 5 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 41 افغانی و 70 پول، فروش 41 افغانی و 80 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1010 افغانی، فروش 1020 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی خرید 531 افغانی، فروش 532 افغانی. ادامه خبرها با علی افتخاری. تشکر کنم فرهمان. با عرض سلام و این هم چند خبر از خارج کشور. انترپول یا پلیس بین المللی از کشورهای عضو خواسته تا جولیان آسانج مدیر سایت ویکیلیکس را بازداشت کنند. اتهام آقای آسانج تجاوز، آزار و اذیت جنسی و زورگویی غیرقانونی علیه دو زن خوانده شده است. انترپول در این درخواست را به دنبال حکم بازداشت بین المللی آسانج از سوی دولت سویدن مطرح کرده است. پیشتر سارنوالی سویدن حکم بازداشت بین المللی جولیان آسانج را صادر کرده بود. اکنون موضوع از این هم جدی تر شده. پلیس بین المللی یا انترپول درخواست مشابهی را از کشورهای عضو کرده است. انترپول با استناد به درخواست سویدن این تصمیم را گرفته است. جولیان آسانج شهروند استرالیا است، اما متهم است که در جریان اقامت خود در سویدن به اعمال خشونت‌آمیز دست زده است. ویکیلیکس در نظر دارد اسرار مربوط به یکی از بانک‌های بزرگ آمریکا را سال آینده منتشر کند. با این هم مقام‌های آمریکایی گفتند که جولیان آسانج قانون ایالات متحده را نقض کرده است. با تمام نیرو کسانی که قانون ایالات متحده را نقض کرده و زندگی مردم را به خطر انداختند دنبال می‌کنیم. پیشتر در مورد این فرصت صحبت کردم و او مسئول کارهای خود خواهد بود. همزمان با اعلام درخواست بین‌المللی جولیان آسانج، رئیس جمهور اکوادور امکان دادن حق اقامت به او را رد کرده است. I believe that was a personal declaration of the deputy foreign minister. درباره ویکیلیکس کدام پیشنهاد رسمی موجود نیست و این نظر شخصی معاون وزارت خارجه است و موضوع رسمی دولت اکوادور نیست. پیشتر کنتو لوکاس معاون وزارت خارجه اکوادور گفته بود که کشورش قصد دارد برای جولیان آسانج حق اقامت بدهد. محل اقامت جولیان آسانج به طور دقیق روشن نیست و احتمالاً در یکی از کشورهای اروپایی مخفیانه زندگی می‌کند.
مقام ها در واشنگتن میگویند دسترسی به اسناد طبقه بندی شده را دشوارتر کرده است. پس از گذشت 8 سال، شهلا جاهد که به قتل همسر ناصر محمد خانی فوتبالیست ایرانی محکوم شناخته شده بود، امروز در زندان اوین به دار آویخته شد. وکیل خانم جاهد گفته است که مسئولان دستگاه قضایی آخرین تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده لاله سحرخیزان انجام دادند، اما مؤثر واقع نشد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جاهد خبر اعدام او را تایید کرده است. تلاش ها برای جلوگیری از حکمی که باید اجرا نمی شد بی نتیجه ماند. شهلا جاهد پس از 8 سال سپری کردن در پشت میله های زندان اوین با پای چوبه دار رفت. او سرانجام اعدام شد. جرم خانم جاهد قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمد خانی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد. اجرای حکم اعدام او 3 بار از سوی مقام های بلندپایه قوه قضاییه ایران متوقف شده بود. پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز خواهان توقف حکم اعدام شهلا جاهد شده بود. مسئولان قضایی برای گرفتن رضایت خانواده لاله سحرخیزان تلاش کرده اند. این امر را وکیل شهلا جاهد تایید کرده است. با وجود این همه تلاش ها، اما شهلا جاهد امروز چهارشنبه ساعت 5 صبح در زندان اوین به دار آویخته شد. خانم جاهد که خود را همسر موقت ناصر محمد خانی معرفی کرده بود، پس از چند ماه بازجویی به جرم خود اعتراف کرده بود، اما بعداً در محکمه گفته بود که ناصر محمد خانی به او گفته به خاطر آبرویش به این قتل اقرار کند. بنابر مشکلاتی که در دوسیه خانم جاهد وجود داشت، این حکم پس از 8 سال تطبیق شد. اما رویدادهای ورزشی را همکارم مدرسه جویا با شماست. آقای جویا، تشکر از شما.